با گذشته چند هفته از به قدرت رسیدن سنی های تون روی طالبان در افغانستان و افزایش فشارهای علیه زنان در این کشور کم کم صدای اعتراض دختران و زنان افغانستانی در گوشه و کنار این کشور به گوش می رسد در همین راستا جمعی از زنان حرات در قرب افغانستان برای حمایت از حقوق زنان و دختران در این کشور مقابل استانداری حرات تظاهرات کردند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. گروهی از دختران و زنان در افغانستان در اعتراض به وضعیت تحصیل و اشتغال زنان تاکید و اعلام کردند حکومت آینده نمیتواند بدون بکارگیری زنان موفق شود یا مرگ یا زندگی هیچ حکومتی بدون حمایت زنان پایدار نمیماند حق تحصیل و کار زنان در تمام عرصه ها. از جمله شعارهایی است که روی برخی از پلاکارتهایی که معترضان در دست داشتند نوشته شده بود در بخشی از متن اعلامیه‌ای که تجمع کنندگان در حرات منتشر کردند آمده طی های اخیر تا کنون خبری از امکان حضور زنان در ادارات دولتی و خصوصی دانشگاه ها و مکاتب عرصه های اجتماعی نیست این بیانیه می افزاید. حضور زنان در مجلس جامعه با اما و اگر و اختلاف همراه است ما اکنون در افغانستان با جمعیتی از زنان روبرو هستیم که تحصیل کرده آگاه و با ظرفیت اشتراک در جامعه هستند با این جمعیت چه ای خواهد شد آیا این زنان به حاشیه رفته و نادیده گرفته خواهند شد این برای ما غیر قابل قبول است اگرچه سران سنی های تندرو طالبان طی هفته های اخیر در مواردی گفتند که زنان در چارچوب آنچه آنها شریعت اسلامی نامیدن مجال حضور در برخی عرصه ها را خواهند داشت اما از زمان قدرت گرفتن دوباره عناصر طالبان در افغانستان بسیاری از فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از این کشور نسبت به تضعیف حقوق زنان و از دست رفتن دستاوردهای دو دهه گذشته ابراز نگرانی کردهاند.